این اتاق محل تولید و پخت و پز غذاها برای مشتریان کلبه هوسانه است. کلبه هوسانه حدود 3 ماه پیش از سوی بانو فرهد در ساحه کارت پروان شهر کابل ایجاد شد. وی میگوید خودش هم را با 7 خانم دیگر مصروف پخت و پز انواع غذاها برای مشتریانشان هستند. به گفته خودش ابتدا کارشان همراه با دشواری ها، اما حال کارشان بهتر شده. فرهد که 100,000 در اینجا سرمایه گذاری نموده، فرمایشات مشتریانشان را آنلاین به دست می آورد. روز اول مشتری کم داشتیم، حالا فعلا نام خدا مشتری زیاد داریم. زیادتر ما خدمات ما آنلاین است. مشتری های ما آنلاین فرمایش می تن، ما در منزلشان برشان غذایشان تحویل می کنیم. لیست غذاهایی که در کلبه هوسانه پخته می شود، بولونی، منتو، هاشک، سمبوسا و کباب و کلچه است. مدت 3 ماه می شه که من اینجا کار می کنم و نانوار خانه هستم. راضی هستم از کارم، بسیار زیاد راضی هستم. و همزمان معاون اتاق تجارت زنان می گوید، علاقه مندی زنان در بخش سرمایه گذاری های کوچک افزایش یافته و از مسئولان امارت اسلامی می خواهد تا سهولت های بیشتر کاری را برای زنان مساعد سازد. حکومت امارت اسلامی افغانستان خواهش تمام زنان متشبثی است که در قسمت مالیات و در قسمت جوازنامایشان و بعضی مشکلات را که دارن باید سمرای اتاق تجارت صنایع زنان افغانستان هم کار باشند. در عین حال وزارت صنعت و تجارت میگوید حضور زنان در عرصه سرمایه گذاری در سال 1401 نسبت بر سال قبل 66% افزایش یافته است. بر اساس آمارها خوشبختانه حضور بانوان در عرصه سرمایه گذاری در کشور در سال 1401 نسبت به سال قبل آن 66% افزایش یافته است. در سال 1401 مجموعاً 641 تن از بانوان جواز شرکت تجارتی و سرمایه گذاری اخذ نمودند. مسئولان اتاق تجارت و سرمایه گذاری میگوید با برگزاری نمایشگاه های صنایع دستی زنان از روند کاری آنان حمایت نمودند.